أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید از اینکه صحتمند و سر حال باشین، با ما آشنا هستین و برنامه های ما همچنان به سلسله معرفی مدارس دینی و مراکز تعلیمی و آموزشی هدفمند ای بار در مکانی هستیم که بیشتر و یعنی جزئیات بیشتر از جناب قاری صاحب میشنویم. در قدم نخست تشریف آوری شما را با این مقام مقدس تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. ثانیاً الله را سپاسگزار هستیم که ما و شما را خاص به خاطر دین دیدار روی نصیب من گردانید، که به خاطر دین ما و شما با هم دیگر می‌بینیم. یعنی این مدرسه است تقریبا سنه 1391 افتتاح شده بود. 1391 دارای چهار بخش است که به در چهار تایم شاگردان یا هم حفظ میکنن و هم نورانی قاعده چیز دیگه ناظره قرآن کریم هم است. لیلیه تقریبا 20 تا شاگرد ما داریم که اینا لیلیه هستن سیبه میجا و چرکه و مسافر هستن. حدود 100 تا شاگرد نهاریه داریم بدون خواهرها که شعبه خواهرامون جداست اونجا در یک خانه پشت سر اینجا دیگه. الحمدلله چهار تایم اینجا ما درس داریم. صبح نماز خوانده که فضل احسان الهی آغاز میشوه تا خفتن خوانده باز ما مرخص میشیم طرف خانه. این برنامه درسی من حفظ قرآن کریم از تعلیم نورانی قاعده است. کسایی که از روی قرآن کریم میخوانند یک سوره قرآن حفظ میکنن، دیگه بعضی مسائل دینی است، کتاب های تحفه اطفال، مبادی اسلام، دیگه سیرت نبی چند بخش است و چل حدیث هم است، کتاب عقیده توحید از استاد داعی عبدالظاهر سی بسدگه، بعضی کتاب های ابتا مسائل دینی از فقه است برای برادرها و برای همشیرها درس داده میشه. الحمدلله برنامه من خیلی برنامه خوب منظم است، جامانم بسار جای رضای پروردگار مقبول زیبا است از هر نگاه، چون که در جایی که تعلیم قرآن شو یقینا که اونجا هم سکون و آرامش اطمینان بر انسان دیگه. تشریف آوری شما را به اینجا تبریک و تهنیت عرض می دارم. خدا شما را جور داشته باشه. ارتباط با مدرسه من، لوازماتی که داریم برای فیلم، برای مدرسه، برای شاگردان من یک اتاق بسیار ضروری، سکه سر سفنه به حساب نانشان، به حساب خوابیدنشان که جای نداریم. سه امیسر صفه هست، خود اونجا را میبینیم بخیر. دیگه باقی اگر کمک به خاطر خدا خمیشه، انشالله هدف ما و شما رضای پروردگار باشه که هر گامی میبردانیم به خاطر خدا باشه، هیچ مشکل نیست. و انشالله خیر و برکت و کامیابی پیروزی ما و شماست. باقی نمی چهار تایمی که ما در اینجا دارم، دو تایم برای دخترکا در اینجا یک نیم ساعتی است. این در نمی خدمت هستیم، ما با یک همکار نیاز دارم، یک همکاری که برای از اون معاش داده شد و نمی چهار تایم برای بچگکا. حتی من خودم از طرف همی اولوس فقط 3000 روپی هم معاشی اما کرای خانه به من میتن، بگوی که ماهانه تو پرداختی معاش باشه و غیره نیست. دیگه چیزی که رضای پروردگار است، همون 50 و 100 که اما قناعت کردیم، انشالله در این خیر است، برکت است. دیگه یک دو تا معاش، دو معاش برای برادرها باید داده شوه از طبقه اوناس و از طبقه ذکورم، دو بخش مادانه که باید برای از اونا معاش. اگر هر برادری که به خاطر خدا میکنه، انشالله بهترین موقع است، بهترین کار است که کمک همکاری شو بخیر در رسو دریغ نکنه از ما. میتوانه که ماهانه با ما یک دفعه دیدن بکنن، در ماه هم پروتکل کنن که ما چی رقم سیستمی درسی من. الحمدلله از مسجد اینا و تا به اینجا و قلعه آقای بهادر خان الحمدلله تهداب گزارشنا ما سم داریم. دیگر با کمک همکاری شما میشه که اگر چیزی میشه و نمیشه از دعایتون مطلب فراموش نکنه، یکی خدمتی مالی میشه نمیشه خیره ایشان مشکل نداریم ماست. دوستان عزیز ارجمند، صحبتهای جناب قارسی بشنیدیم و یک درد دل با شما شریک میسازم. ما الحمدلله توفیق الله متعال شامل حال ما شد و از فاکولته هنرهای زیبای پانتون کابل که الحمدلله حالی هم دارم تدریس میکنم به صفت استاد هستم، اما به عنوان یک کسی که لیسانس کارگردانی سینما تئاتر دارم و الله متعال توفیق برام نصیب کرده که بی نهایت مسرور و خوشحال هستم که در جای هستم که کلام الله عز و جل در سر میز هست و با بزرگوارای دیدن میکنم که الحمدلله در امور دین مصروف هستند.
این منت بس بزرگی است که الله عزوجل برای ما و فامیل ما گذاشته واقعا به جوانایی که امرای ما هستن در شک نمیدارم و این منت را تلاش میکنیم که با چنگ و دندان محکم بگیریم. درد دل ما چی است؟ کوتاه و مختصر این است که اکثریت باور به دارن که کسایی که یا عزیزایی که در مسائل دینی و مدارس و مکانهای دینی تدریس میکنن و کار میکنن اقلترین معاش را باید داشته باشن یا هم بیخی مفت و مجانی و وقف کار بکنن. در کجا آمده؟ تفاوت از کجاست تا به کجا؟ عزیزی که سالهای سال تلاش میکنه و درس دین میاموزه و میه بر فرزندای امت اسلام درس دین آموزش میده باید با 3000 افغانی معاش زندگی بکنه، بخور و نمیر به اصطلاح وطنی و بزرگوار دیگه. حالا ما توازن نمیخوایم برقرار بکنیم. خیر، اما این قدرش هم واقعا ظلم هست. من خودم تجربه کردیم، همیشه دوستا و بزرگوارا که من یقین دارم خیلی هاشون معاش های بسیار خوب دارن، ولی توصیهشون همیشه است که باید جوانا خود وقف بکنن، جوانا خود باید با کمتر معاش کار بکنن و فلان بکنن فلان تا وکی. ما به عنوان یک جوانی که مسئول مرکز دعوتی پیمان و همچنان مسئول مؤسسه خیریه عمر فاروق هستم که توفیق الله هست، بازم میگم که شامل حال ما شده که مسئولیت بر ما سپرده شده، دوست دارم که یک چنین مراکز و مدارس تقویت شوند. تلاش میکنیم. شاید بعضی ها با این دیدگاه باشن که این مراکز خدای نخواسته مراکز است که به اصطلاح جهت و به اصطلاح مسیرش به جای دیگه هست. این باورهای عمومی را با ما شما میبینیم، ولی نه، مکان عمومی هست، سر سرک هست، جایی هست که قوم اینجا وجود داره، مردم اینجا هستن، همه یه رفتار و کردار مراقبت میکنن. مراقبی هستی خب بدون شک الله عز و جل است که بر امور همه ما شما مراقب هست، دیگه شک نیست، ولی ما هم تلاش ما است که با مراکز هدفمند، مراکزی که برنامه دارن، مراکزی که پروگرام ها دارن و منظم و مسلسل برنامه‌شان پیش میره و هدفشان مشخص است و معتبر و معتمد هستن، با اونا هم کار باشیم، نه جاهای مجهول، نه اشخاص و افراد مجهول هویه. انشالله جناب قاضی ما از وقت میشناسیم، معرفت زیاد داریم دیگه، الحمدلله که توفیق الله شامل ها را ما شد که امروز بیاییم در این مدرسه و در دل قاضی را بشنویم که جایی هست که شاید تصویر شما مشاهده میکنیم که نیاز است که سرپوشیده شوه و پت شوه و بام برش گرفته شوه و بالاخره یعنی اتاق تنظیم شوه و همچنان یکی دو خواهر اینجا به اصطلاح استخدام شوند به خاطر تدریس خواهرها، چون واقعا برای ما شما معلوم است در جامعه افغانی سخت است که استاد جوان مثل یک مرد بره به جای طبقه اوناس درس بده. خب در ضرورت ها تلاش میشه که اصطلاح استفاده شوه از وقت، ولی با آن هم این روحیه خواهرها را بیشتر و خوبتر و قویتر می‌سازه که اگر استاد خانم با اونا تدریس بکنه. ما یه تجربه کردیم، همین ما شما تجربهش داریم و همچنین یک برادر دیگه در این مدرسه اگر استخدام شود به عنوان استاد که فشار کار جناب قاضی هم کمتر شود و همچنان بتانن که برنامه ها را خوبتر و بهتر و با وجه احسن به پیش ببرن ان شاء الله. در این زمان الله باشین، ولی فراموش نکنید که اتاق بر شما نشان میتیم، بعد از بخیر خداحافظی میکنیم. همین فضا هست؟ این همین فضا هست. بازی مسجد قید نمیشه سب؟ نه انشالله، او دیگه صاحب مسجد نیست، اون جای اتاق هست. هجره هست، خواه خواه بسیار هجره هست اونجا؟ بسیار خوب. نظر به هدایت همه اولوس هم، هدایت چنمی بود که اگر از توان منشا یا کسی اینجا را اتاق بسازیم. اینجا را بخیر اتاق بسازیم. بسیار عالی. اون صاحب چه بلا فارم تو یک اتاق منظم ساخته شوا که بله. چط یزی با نخی همین سقف چیز من برا نخی درس کنیم برابر شوا دیگه سری دالیزم پوشانیده میشه به خاطر چه بلا قوی چیزا اینجا یک اتاق جور شده که برای بچه ها انشالله کوش میکنیم تو چپرکت و چیزا میاریم دو منزله باشه که 20 تا شاگرد سه از 20 تا ما به بالا دیگه توانی توانش چیز شان نداریم سه با فیلن در کجا اینا بود باشتن اینا بود و باشن دمی جا می باشن دمی درست دوما جای درس می خوانم هم همینجا درس می خوانم و هم می خوابن یا الله دیگه نانشون دو داخل اجره مسجد پخته می شود. بسیار عالی. اینا خواستیم که اینجا را آشپزخانه برشون بسازیم. اینا میریم پایین میریم. قصدی است که اینجا آشپزخانه شود. بخیر جایش هم هست ها؟ اینجا آشپزخانه به فکر از همین مسجد کنار باشه. جدا باشه بسیار عالی. ولوسو به نمازی تکلیف نرسه. بسیار. چون که آشپزخانه نه. بله بله بله. یکم چیز امید داشته باشه اینجا آشپزخانه جوشون این سر صفه اوتا. دیگه منظم هم که جوشون ان شاء الله برای شاگردا. ان شاء الله ان شاء الله. فنا والله. اینا شما سنجش کردین که چقدر هزینه برمی‌داره؟ والله تا هنوز سنجش نکردیم میرا. خب. خب خیر ان شاء الله که دوستان عزیز ارجمند پیام را خود گرفتین. ما تلاش میکنیم که بخیر جناب قانوس به اصطلاح وظیفه بگیرن ان شاء الله که با ولوس هم صحبت بکنن یک سنجش اولیه صورت بگیره در حدی که بتن یک اتاق مطلوب بر ما اینجا ایجاد شوه
و ای بامش پوشانده شود، دیوار شود و اونجا آشپزخانه تنظیم شود و سر دروازه هم که مکمل پوت میشود و دیوار اتاق از این قسمت اگر بیاید بخواهی که دروازش اینجا و همچنان به تعداد تقریبا 8-9 چپرکت دو منزله تقریبا جای میشه اینجا که اگر 10 دانه جای شود 10 تا 20 نفر فرزندایی که خاطر درس دین کمر بستن انشاءالله در اینجا مراقبت میشن و استراحتگاهشان میشه و بالا هم برای تدریس و درس و آموزششان انشاءالله که پلان آن جور است و منظم که شما دیدین. فلحاظ دوستان عزیز خواستیم مسئولیت ایمانی و دینی خود را در این قسمت هم ادا بکنیم و خواستیم این پیام را به سمع نظر شما عزیزا برسانیم از آدرس مؤسسه مرکز دعوتی پیمان و همچنان از آدرس مؤسسه خیریه عمر فاروق که از این دو طریق ما در خدمت هستیم به هر گونه و هر شیوهی که شما حاضر هستین انشاءالله که ما بر حسب توان بندگی در خدمت خواهیم بود. جزئیات بیشتر را با شما میشه که از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوین و صحبت میکنیم و ان شاء الله تا اون زمان بخیر اینام بر ما مقیمت ها را مشخص میکنن که بیشتر روی مسائل تمرکز خواهد کردیم. از دعای خیرتان ما را هم فراموش نکنین، جناب قاری هم فراموش نکنین، سایر بزرگوارا و مخلصینی که در این عرصه کار میکنن، جوانایی که با ما هستند در این کانون، همه را از دعای خیرتان فراموش نکنین. در حفظ امان الله باشین، در هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.